خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به کشته شدن و تشییع جنازه قاسم سلیمانی خواهیم گفت تا سقوط هواپیمای مسافربری در تهران و موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق و به دنبال اون یه آرامش نسبی در فضا. سلام آقای بهنود، هفته بسیار پرتنشی بود. دیگه در آخر هفته روز چهارشنبه سقوط هواپیما و کشته شدن 176 نفر مسافر و خدمه واقعا تلخ و تکان دهنده بود. سلام. بله، اصولا این هفته برای روزنامه‌نگارای تقریبا میشه گفت بیشتر جهان با توجه به مسائل ایران خبرساز بود. به حال اول هفته ما و آخر هفته اروپایی‌ها با خبر ترور سردار سلیمانی شروع شد. من اون روز صبح شنبه وقتی که اومدم روی میز روزنامه فروشای لندن، تقریبا همه روزنامه ها در صفحه اول خودشون این ماجرا داشتن و پشتش تحلیل های مختلفی که بعضیش خب علیه تصمیم آمریکا بود و بعضی ها نه برعکس بود. این فضای کلی بود، اما وقتی به داخل ایران میرسیم طبیعتا فضا اینجوری نبود. یعنی حادثه موقعی که اتفاق افتاده بود از اولین لحظه شروع شد و واکنش اولیه یه ترکیبی از خشم و در عین حال نگرانی وجود داشت تو صفحات. اگه موافق بشید بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم. روزنامه اعتماد تیتر رو زده غمش در باور ما نیست و به کشته شدن آقای سلیمانی و ابو مهدی المهندس هم اشاره کرده که تو حمله آمریکایی ها در عراق کشته شدن. مجموعاً چنان که میبینید که بقیه روزنامه هم کم و بیش همینطور بودند، تصویر و فیلم وجود نداره و روزنامه های اول هفته، ولی خبر بنز کافی هست، مقاله هم میگیرند و این ترکیب میشه که توی اعتماد داریم میبینید. بله. شما از تو اعتماد چیزی رو انتخاب کرده بودین یا اینکه؟ نه، فقط یه مطلعی بود از قاسم آهنین جان که یا علی من به تو پناه میبرم. خب خیلی مطلب احساسی و شاید این بهانه باشه که این رو ببینیم که اصولا برخورد با این ماجرا از بین اهالی اهل قلم، ادبیات، مهمترین صدا یا بلندترین صدا، صدای دولت آبادی بود. به همون نسبتی که صدای او انعکاس پیدا کرد و مورد استقبال یک جناحی قرار گرفت، به همون نسبت هم انتقاد برانگیخت از طرف کسایی که به خصوص از خارج از کشور، در داخل کشور نخوندم جایی که چاپ شده باشه، انتقاد از او تو فضای مجازی بودش. همزمان البته عده‌ای از هنرمندها اومدند، عده زیادی از هنرمندای ناماشنای سینما و تئاتر بودند که تو این تأسف شرکت کردند. اونجا هم کم و بیش باز همین مثبت و منفی وجود داشت در واکنش‌های عمومی مردم. اینجا مقاله‌ای که این شاعر نوشته است در حقیقت یه صدای دیگه است از درون جامعه ادبیات. میگوید که به دلیل عشق و عاطفه‌ای که از پیش‌ها به چند تا نامه، به چند تا نام از میان همشهری‌ها داشته که سپاهی بودند و کشته شدند و اینا، احساس تعلقی میکنه و بنابراین به صلاح هم صدایی میکنه با مردم. در اصل چیزی که مشخصه اینه که کشته شدن و مرگ آقای سلیمانی باعث شد که یک تنشی دامن زده بشه بین روابط ایران و آمریکا. آقای خامنه ای از همون اول گفت بودن که آقای در واقع آمریکا باید منتظر انتقام سختی باشه. همین نگرانی هایی رو دامن زد و از طرفی فضا انقدر بسته بود که حتی نماینده مجلس، نماینده تبریز وقتی اومد گفتش که یه ذره خویشتنداری کنید، شاید مذاکره با آمریکا بد نباشه،
حمله کردن و به دفترش. میخوام ببینم که توی مطبوعات چطور بود، آیا صدایی از این خیشتنداری یا یه مقداری دعوت به آرامش شنیده میشد یا نه؟ میخوایم بریم روزنامه همدلی رو ببینیم بعد ببینید شما این نمونه خوبیه همدلی که دارین نگاه میکنید. شما دارین میبینید اون بالا سمت راست یک اظهار نظر دارید میبینید که در بعضی از مقالات هم بود. این که به هر حال فضا فوق‌العاده هیجان زده شده و قابل تصور بود که در اون فضای هیجانی خب طبیعتاً آدم‌ها آزرده شده بودن، شاید برعکس اینم اگه اتفاق میافتاد، یعنی اینکه ایران هم میزد مثلا فرض کنید یه شخصیتی رو یا یک پایگاهی رو یه حرکت تندی به حال انجام میشد، از اون برم همین حرفا بود، به هر حال خیلی طبیعی به نظر میرسه. تو اون فضا حرف عاقلانه یا آرامش بخش زدن بسیار کار مشکلی بود و کم بود، ولی بود در روزنامه ها کسایی که میمدن، به خصوص این نگاه که چون هدف اصلی به اصطلاح سپاه قدس یا سردار سلیمانی معلوم نیست میشه گفت شخصی یا کلی این بوده است که آمریکا چرا اومده تو منطقه، بنابراین فرصتی است به اینکه رضایتی بدیم به آمریکا بره، یعنی همین دستاورد به دست بیاریم همون انتقام سخته هستش. این کماکان پیشبینی است که عملا بعدا اتفاق افتاد، گرچه که یه ترکیبی از هر دوتا بود، یعنی هم ایران بعدا خوب حمله کرد هم این که بالاخره این فضا به وجود اومد. یه چیزی در راستای همین که چقدر فضا بسته تر شد بگم که خبرگزاری در واقع وبسایت خبری خبر آنلاین مدیر مسئولش احضار شد به خاطر اینکه در یک خبر اقتصادی که به در واقع وضعیت بازار اشاره میشد از آقای سلیمانی با در واقع نوشته بود کشته شدن آقای سلیمانی و نگفته بود شهادت. این یکی از دلایلی بود که ایشون احضار شد. خب بریم روزنامه جوان رو ببینیم که روزنامه سپاه هست و خب به هر حال مصیبت مال سپاهه. بله. یعنی اینکه در حقیقت حق سپاه بود که یک دو روزی همچین آرایشی به صفحه اول خودش داد. در حقیقت اون تشییع جنازه ایم که از این روز شروع شد میگه که این چیزی تصوری بود که احیانا کسی نداشت، که واقعا هم واکنش روزنامه ها و مدیاهای جهان که میدیدیم تعجب بود از حضور این مقدار آدم در صحنه خیابان. حالا بعد میرفتن تو تفسیرهای متعددی میکردن. مثلا همون روز آقای خزعلی اومدن توی برنامه 60 دقیقه. بله. که تازه در وی آی پی بودن در جایی که سران مملکت بودن، میگفتن که من احساس میکردم که استخونهام در حال خورد شدن از فشار جمعیت. بله. فیلمایی هم که اومده بود به حال این نشون میداد. روزنامه های دنیا هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودن، به شدت از اینکه یعنی ظاهرا یه همچین تصوری وجود نداشت. بعدا هم که حوادث که در کرمان به وجود اومد معلوم شد در خود برگزار کننده ها هم آمادگی حضور این همه جمعیت نبود. البته وقتی بخوان آمادگی داشته باشن میتونن همه چیز رو کنترل کنن، ولی واقعا متاسفانه وقایع کرمان نشون داد که یه موقعی انگار که نمیتونن یا نمیخوان کنترل کنن، برای اینکه واقعا 59 کشته در کرمان. حالا میریم روزنامه ایران رو میبینیم که به قوقای کرمان اشاره کرده و سوگ مضاعف ازدحام جمعیت در کرمان منجر به جان باختن بیش از 50 نفر شد و رئیس جمهوری با تسلیت این حادثه خواستار رسیدگی به وضعیت مصدومان شد، چون بسیاری هم مصدوم شدن. این برخورد روزنامه ایران به نظر من خیلی برخورد متمدنانه ایه، برخورد خونسرد و در این حال برخوردی است که نمیخواد بهره برداری کنه از این ماجرا و احساسات تازه‌ای رو بر بیانگیزه، بلکه به اون ماجرا میگه قوقا و بعدم سیاه میکنه، اون باند سیاه رو میاره. یعنی متاسفیم از اینکه همچین حادثه ای اتفاق افتاده است. اصلا تصاویری که میومد واقعا هولناک بود. برای من واقعا جای سوال و تعجب بود که در یک چنین جمعیتی خیلی ها رو میدیدید بچه های کوچیک رو روی قلمدوش گذاشته بودن و این نگاه وحشت زده این بچه ها، آدم فکر میکرد که دیگه حق اینا نیست واقعا که مثلا نمیدونم. بله در اون وقتی که اون لحظه مدار قرار میگیریم ما تمام مدت انقلاب و جنگ و اینا رو خب قاعدتا آدم ها بالاخره یه تجربه باید در این سالها کسب کرده باشن. بله. بریم روزنامه شهروند رو ببینیم اتفاقی که چهارشنبه شب افتاد، اون تنشی که همه منتظر وقوع یه حادثه بودن، تیر زده یک سیلی زده شد اما آمریکا بعد از منطقه برود. شب چهارشنبه
ایران حمله کرد به پایگاه های عراق در به پایگاه های آمریکا در عراق، و واقعا همه خیلی ها من میدونم تا صبح از ترس اینکه خب چی میشه، آیا جنگ میشه نمیشه، و وحشت اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بیدار بودن. و متاسفانه خبر بعد داستان اینطوری که هوا. بله شهروند تیت زده، پایان 176 آرزو، سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران بود. و حالا میخواین شما خیلی تو جزئیاتش خیلی گزارش هم نشون میده. ببخشید، اون چی که مهم هست این که اکثر کسایی که نشسته بودند خب ایرانی بودند تو هواپیما، و اکثر که ایرانیایی که اونجا بودند جوانانی بودند که به هر حال جزو نخبگان بودند و میرفتند برای زندگی بهتر، رو به دنیای تحصیل، با آینده بهتر. یعنی در حقیقت انگار که یک بخشی از آینده جامعه ناگهانی رفتش، و خیلی از کسایی که توی این ماجرا بودن، هر کسی بالاخره با یه خانواده آشنایی داشتش. نکته عجیب همین بود، شما هر کسی رو میدیدید یه آشنایی، یه بله، فامیلی در این هواپیما داشت. بله، من خودم شخصا مهمترین ضربه، طبیعتا آدم دنبال آشنا میگرده دیگه. حامد اسماعیلیون قصه نویس بسیار خوبی است. وقتی که فهمیدم که او در کانادا منتظر خانم و فرزندش بوده است که بیان، و میشه فهمید با چه عشق علاقه هم آدم منتظره، و که تو این و بعد گفتش که میخواد بره به تهران برای اینکه اونها رو دفن کنه، خیلی فضل قمنگیست. یک پستی هم در فیسبوکشون نوشتن روز پنجشنبه که عازم تهران بودن، در فرودگاه به یه آقای ایرانی دیگه به نام هادی برخورد میکنن، که آقای هادی هم پسر و همسرشون در اون هواپیما بودن، و واقعا صحنه خیلی تلخی بود. گزارش شهروند از پایان همین 176 آرزو میگه، خبرنگار به اونجا رفته، از وضعیت خانواده هایی میگه که اومدن به دنبال عزیزانشون به اونجا، مثل که یک پزشک قانونی هست در نزدیکی کهریزک، و برای شناسایی و تعیین هویت اجساد. تصاویر بسیار تلخیه، و توضیح میده که چند نفر بودن، و روایت هایی داره از خانواده های دیگه با عنوان سفر بی بازگشت. از باز قربانیان جوان میگه، ببینید توی گزارش یه جایی هست که میگه 25 دانشجو در فهرست کشته شدگان بودن. میدونیم که 13 نفر از اینا فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف بودن، که صنعتی شریف این دانشگاه در واقع بیانیه داد و تسلیت گفت، و چندین زوج بودن که برای ازدواج در تعطیلات در واقع ازدواج کرده بودن، کریسمس رفته بودن ایران که ازدواج کنن. یعنی اصلا میگم یه اتفاقاتی که آدم یه موقع فکر میکنه دیگه قلبش نمیکشه. ببینید الان شما صبح نوری که ببینید چند تا چیز برای من واقعا علامت سوال توشه، به عنوان یه آدم روزنامه خوان که تصادفا 50 سالم است تو این حرفه هستم. ببینین قیام خونخواهان هم جدا بنویسین شما برای اینکه خون رو پر رنگ کرده باشین، و در چند جای صفحه اول تکرار بکنید انتقام انتقام خون خون. این دست کم این هستش که با گفته همون شب آقای خامنه ای هم مغایرت داره، حالا غیر از اینکه خواست عمومی هم به احتمالی نبود. حالا شما این عکس رو خواهش میکنم نگاه کنید. یه توضیح بدم، این عکس بر اساس توضیحی که نوشته حضور صدها هزار عراقی در مراسم تشییع شهید سردار قاسم سلیمانی در حرم ابا عبدالله الحسین، یعنی این توضیح عکس ره که برای اونجا. حالا این عکس رو شما نیا کنین، این عکس به نظر شما میرسونه که دیگه عکس دیگه، عکس خبریه دیگه، در حالی که نیست، این عکس مونتاژه. اولا چهره یه فرد اون وسط مونتاژ شده که مونتاژ خوبی هم نیست، کاملا مشهوده که اون فرد مونتاژ شده، که بعد الان رفت جستجو کرد دیدیم ببینیم اون فرد کی هست. مثلا وسط هم یه جوری انگار یه بله، نه اصلا فضا رو که نگاه کنید، شما اون بالای عکس رو که نگاه کنید کاملا متوجه میشین که سه تا برداشت از سه تا عکس از جمله عکس‌های دیدنی، یعنی داخل حرم، بیرون حرم، اون سمت چپ که شما دارید میبینید از بیرون حرم دارین. شما اصلا چه نیازی به اینجا، این عکس داره در اونجا چی رو میپوشونه یا چی رو میگه؟ بعد اون چهره که اونجا مونتاژ شد چی شد این وسط؟ به یادم میاره که موقعی که اولین اسکناس جمهوری اسلامی چاپ شد
بعدا جنجال شد چون معلوم شد نقاشه خودش رو رفته کشیده رو اسکناس تو صف اول کسایی که تو انقلاب شرکت داشتن. نگران اینم که اینجا هم یه همچین ارتباطات فامیلی اینا پیدا شد. یه نکته دیگه هم بگم، توهم مذاکره در میانه مطالبه انتقام. این در واقع یه خط فکری بود که کیهان هم همین رو تقریبا دنبال میکرد دیگه. این هم روزنامه اصولگرای جوان. بله. خب وطن امروز واقعا نمیدونم چی بگم، یعنی واقعا نمیدونم، در حالی که شما واکنش حرفه‌ای روزنامه ایران رو دیدید. بله. که وقتی که عده کشته شدن ازش تعبیر میکنه به عنوانی که قوقای اونجا بوده و یعنی در حقیقت خوشحالش نیست از این قضیه، و این برخورد این که کرمان رو فدا کنید، شما اصلا از جانب کی همچین تعارفی رو دارین؟ نظر کی کردین؟ کی هستین که مردم یک استانی رو در اینجا حقور باید؟ این شرح کدوم بخش از گزارش هاییست که تالا وجود داشته؟ آیا خود اون کسی که الان بهانه این حرف هاست رضایت داشته به این که همشهریاش که این هم براشون دلسوزی میکرده بیان قربانی تشییع جنازه او بشن؟ این چه حرفاییه؟ به هر حال یه جور تعریف جدیده، مثل اینکه از روزنامه نگاری. بریم سراغ مجله. آقای بهنود، مجله تجربه رو آوردید با گفتگوی اختصاصی ژان کلود کریر، نویسنده و بازیگر فرانسوی، به مناسبت نمایش نقاشی هاش در ایران. ببینید، همطور که شما گفتید، موضوعش همین ایران خانه منه که ژان کلود کریر، خب همه تقریبا دیگه حالا غیر از اینکه در فرانسه و در اروپا آدم معروفیه، الان دیگه ایرانی ها هم میشناسنش به عنوان داماد خانواده تجدد. چند تا مطلب دیگه داره. این شروع هم یه جوری شروع کرده مجله رو که من احساس کردم مثلا یه سرمقاله ای نوشته بوده سردبیر، یعنی آقای یزدانی خرم، احساسم ها. بعد این سرمقاله برداشته شده چون جاش دو تا صفحه از وسط مجله. شاید تو چاپی که دست شما رسیده باشه. صفحه 4 زدن. بنابراین اون چک کردم. یه چیزی که نقدی به کتاب خانم صادقی، مرجان صادقی، یک خبری از یک نمایشگاه اومده این جلو، و بعد خب مقاله خانم بناساز مدیر است، و بعد گزارشی که درباره امیر کبیر و انتشارات امیر کبیر داره که دو هفته پیش یادتون باشه توضیح دادیم، و اینجا درباره مزایای مصفا، و بعد حالا میریم به یه دیدار مهمی. نسیم خاکسار و عدنان قریفی دوتایی در هلند هستند، یک ماجرایی در حقیقت با هم دیگه دارن. با هم دیگه رفتن به فعالیت سیاسی، با هم دیگه رفتن زندان. در حقیقت عدنان بزرگتره، یه حالت استادی داشت، و بعد در موقع تبعید یا مهاجرت هم که پیش اومد دو تای هم دیگه رو توی هلند دیدن، و این سالها هم با هم دیگه بودن. نسیم خاکسار میدونید که یکی از بهترین نویسندگان ایران هست که روی ادبیات مهاجرت کار کرده، یعنی واقعا در این مصاحبه یک صحبتایی میکنه، و اینجا دو تاییشون رو میبینید با هم دیگه، عدنان قریفی و نسیم، و هر دوتا اهل ادبیات پرخواننده و در این حال شریف. و بعد سالوس تولد شاملو بهانه شده برای یک مطلب مفصلی در این باره، و بعد میرسیم به بقیه تیکه های این مجموعه پربار که هم قصه های خیلی خوبی توش هست، هم شعرهای خیلی خوبی هست، مثل هر ماهش که منتشر میشه، 5 تا شعر منتشر نشده هم از آچوبک. حالی بریم مجله بعدی، وزن دنیا. چه مجله خوبی شده؟ خیلی خوب شد، یعنی پوریا سوری باری کلا به همتشون. یه تقسیم بندی، یه فکر بدیع داشتن، و اون اینکه این وقتی فیلم باشور رو یادتون بیاری، این 40 تیکه کشور حول این زبانه همیشه امکانی نداره که جمع بشه و اختلافاتش رو ندیده بگیره، و این تقسیم بندی که مجله رو کرده است به شعرهای استانهای مختلف، من همینطوری واقعا اثر مثل فالوینی باز کردم، و به طور تصادفی چیزی حدود 500 شعر هست تو همین که دارید میبینید، شما دیدید. این وسط فرهاد عیار رو دیدم، شعر او رو دیدم. قبلا یک کتابی به اسم مقبره سفید از مجموعه شعراش در اومده، برای اطلاعات متولد 69. شوری به این فضای پریشان بیاورید، ابریست حال دهکده، باران بیاورید. من کت خدایتان شدم تا شبیه من روزی به عمق کفر خود ایمان بیاورید.
دیریست گله در کف دستان گرگ هاست، آرامشی به خاطر چوپان بیاورید. یخ بسته قلب سنگ زمین، کاش چند روز خورشید را به مزرعه مهمان بیاورید. گاهی فریب فلسفه عشق و عاشقی است، ایمان به بیگناهی شیطان بیاورید. اندوه سالها خفقان سهم من، شما عشقی به وسعت دل انسان بیاورید. انگار که تو این روزهای پر از آشوب و پر تنش شعر خوندن میتونه یه آرامشی بده به آدم. بله، و بعد این ترتیب رو شما میبینید، غیر از اینکه بعدن شما هم یه بخشی مورد توجهتون قرار گرفته. همین بخش در جدال با خاموشی که به مناسبت 94 سالگی شاملو بود، 10 تا شعر برگزیدش رو گذاشته بود و تقریبا شاعرانی در مورد مثل شهریار وقفی پور، منصور اوجی، سید علی صالحی، محمد آزرم، اینها از شاملو گفته بودن و هر کدوم شعر، بله، روزگار غریبی است نازنین، مرا تو بی سببی نیستی، هنوز در فکر آن کلاغم، انتخاب کردن. بله، انتخاب کردن. شهریار وقفی پور هم هست، بهار رضایی هم هست، اینا همه خیلی شاعران زیادی بودن. آره، و مطالب بسیار مفصل و خوندنی بود. خیلی اصلا خوب موضوعیه که از اونا خواسته که از قامت بلند شاملو انتخابای خودشونو بکنن. بله، بعد هر کسی انتخاب خودش رو کرده است. من این وسط همین آقای قاسم آهنینجان رو که مقالش رو نگاه کردید، دیدم که انتخابایی که کرده تقریبا یه ذره تفاوت داره با انتخاب آقای باباچایی و محمود معتقدی و آقای پور نامداری. بله، تفاوت داره. خب بریم قلم یاران رو ببینیم. مشروط خواه لیبرال، پرونده‌ای برای علامه تجدد سید حسن تقی‌زاده. کاشکی که این ایراد که در ذهن من میچرخه، البته من به حال کارشناس این کار نیستم، ولی اجازه بدید نظر خودم بگم، اون ایرادی که من دارم زبانه، زبانی که اهل فلسفه و اهل تاریخ بهش پابندن. من یه جایی مثلا فرض کنیم همچه گزارشی داره در مورد آقای فیرهی که میپرسه ایشون دقیقا کجا ایستاده، و بعد وارد چند مقاله میشه که انتقاد هست از ایشون. چرا از ایشون انتقاد هست؟ به خاطر اینکه همون اول میگه که اصلا دقیقا کجا ایستاده است آقای فیرهی. اندیشه او به شدت از آرزه بیوطنی درد میبرد. این برای مبحث علمی به خصوص فلسفی تنده. این بیان مجادله روزنامه است، خبری است، و بقیه مقالاتی هم که نوشته شده که به همین اندازه تند به اصطلاح ایراد گرفته شده، و بعدم همطور در وسطاش گوشه زدن به آقای ملکیان، به آقای دکتر سروش و اینا، بیان یک نشریه فلسفی نیست. حالا شما میگی که بعد مثلا بیان نشریه فلسفی کیه؟ خود مجله داره، یک مصاحبه ای داره با آقای پور جوادی، بازنگری در تاریخ اسلام و تاریخ تصوف. در تمام این مصاحبه شما ملاحظه میکنین که اگر هم خبرنگار بخواد، که نمیخواد، طرف مباحثه که خودش هم اهل فن هستش، این آقای پور جوادی است که اونجا نمیره. یعنی شأن و زبان علم رو، حتی مباحثه رو کاملا متوجهه و حرفایی میزنه، بسیار حرفای مهمی است در همین مجموعه، ولی با زبان خودش. پرونده اصلیشون هم میبینید که با عکس آقای تقی‌زاده به آقای تقی‌زاده دادن. هم این عکسی که شما میبینید، هم برداشتی که در اکثر گزارش حضور داره، انگار که آقای تقی‌زاده یک شخصیت بوده، اونم با این لباس فرنگی است که داریم میبینیم، چقدر شیک و پیک، در لندن گرفته این عکسو. اینطوری است: مشروط خواه لیبرال و درباره علامه تجدد سید حسن تقی‌زاده داره صحبت کنه. آقای تقی‌زاده اینطوری نبود، خودش هم اذعان داشت. وقتی که لباس روحانی تنش بود، بسیار تندرو بود. حتی در بعضی از مواقع که تندروی کرد، در پیری خودش ابراز پشیمانی کرد و از اینکه همصدایی کرده بود با همه تندهایی که در اون دوام بودن. آخوند جوانی بود که از تبریز اومد، پرشور و آتش میزد سخنرانیاش، و آتش میزد به همه جا، با همه چریکای زمان در ارتباط بود. بعد رفتش به انگلیس، رفتش حالا بران و دیگران، اینا انقدر مبهوت این جریان شد از لباسش پیداست که گفتش ما تنها راهمونه که یه نارنجک بزنیم، اصلا کل فرهنگ ایران از بین ببریم، همش فرنگی کنیم.
بعد یه مرحله سومی داشت که اینجا درسته دیگه، این مرحله چهار دگردیسی بودن در زندگی. مرحله سوم موقعی بود که شد مشروطه‌خواه لیبرال، چرا که بعد اومد رفت در قالب وزیر و سفیر و اینا قرار که و عالم و اینا همه رو درست میگه ایشون، در اونجا قرار گرفت. بله در اونجا این مشخصات دیگه داشت، چون شروع کرد حتی در گذشته خودش هم به اصطلاح بررسی کردن، نترسید از این که بگه قرارداد نفت 1933 قرارداد بسیار بدی است که من امضا کردم، گفت آله ولی من اختیار در مقابل رضا شاه نداشتم. ولی آدم بسیار دانشمندی بود و هر چه ازش تعریف بکنن کم کردن، ولی یه بودی نبود. البته اینجا هم ننوشتن که یه بودی بودش. خب نکته آخر در واقع همین کاریکاتوری هست از احسان گنجی، کارتون احسان گنجی که رقص مرگ بر ویرانه. بر ویرانه. من ویرانه جنگ. بله. در حقیقت این فضایی است که شاید بشه گفت که در اکثر روزهای هفته گذشته انگار دقیقاً هفته گذشته است. آره و بودش و خوشبختانه در آخر هفته آروم‌تر شد فضا. بله. و حالا امیدواریم که همینطوری آروم بمونه. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مرسی که با ما بودید. همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب روزتون خوش.